مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم، مبحث انقلابی بودن. 59 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي لأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در آیات کریمه قرآن درباره انقلابی بودن مفهوم خاصی استفاده میشه و این مفهوم مکرر مورد تأکید قرار میگیره که این مفهوم رو شما با خاطره از اون زمان بنده معرفی بکنم. البته همه در جریان هستید این مفهوم مفهومی جز جهاد فی سبیل الله نیست. قبل از اینکه خاطره رو بگم که خاطره نیست، یک یادآوری ساده است. بدونید که خداوند متعال در قرآن کریم همینجوری میفرماد جاهد. جنگ هم نباشه میفرماد جاهد و فی سبیل الله. شرایط بحرانی خاصی هم نباشه میفرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اونهایی که مجاهده میکنن در راه خدا همیشه تحسین میشن، همیشه برتر قرار میگیرن. جهاد هم معناش در قرآن کریم معلومه. اصلا یک زندگی درست آسته برو آسته بیا که قرب شاخل نزنه، معنای جهاد درش تحقق پیدا نمیکنه. درست نه معنای صحیح، درست به معنای این که آدم آرام بی دغدغه زندگی کنه. دوباره آرام نه به معنای این که آرامش روحی نداشته باشه آدم، بی رگ انسان بخواد باشه نسبت به بسیاری از حقها و باطلهایی که در اطرافش هست، تحول خواه نخواد باشه. اصلا یه همچیزی تحسین نمیشه. با یه همچی رویه جهاد تحقق پیدا نمی کنه. مفهوم جهاد خیلی نزدیکه به مفهوم انقلابی بودن که ما موضوع بحثمونه. قبل از ورود به بحث و یا ادامه بحث جلسه قبل، یادم هست که ما سال 57-58 بود، می‌خواستیم یه گروهی تشکیل بدیم تو محلمون. بعد گفتیم یکی از آیه های قرآن رو انتخاب بکنیم که آرم این گروه باشه. حالا نمیدونم به چه شیوهی به طور این آیه افتادیم با اون جوانهایی که نوجوانها شاید بگم بهتره که میخواستن این گروه انقلابی رو تشکیل بدن. از لطف خدا گیر این آیه افتادیم، جاهدو فالله حق جهاده. بعد اومدیم این جاهد و فالله حق جهاده اللهش هم تبدیل کردیم به آرم جمهوری اسلامی. چند تا معنا داشت، یعنی میشد هم جاهد و فالله یعنی مصداقش الان نظام جمهوری اسلامیه، هم میشد الله دیگه، و حق جهاده. و هر کیو می‌خواستیم موتورش رو پیاده بکنیم میگفتیم که این آیه رو بشینیم یه دور بهش آموزش بدیم. آیا تو میتونی حق جهاد خدا رو به جا بیاری؟ هیچی نمیتونست، فقط 14 معصوم میتونن. تازه خود 14 معصوم هم در خونه خدا همیشه گریه و انابه دارن نسبت به معرفتی که به خداوند متعال دارن. میگن ما اون کاری که میخواستیم نتونستیم انجام بدیم. خدا اینجا کمر آدم رو شکسته، جاهدو فالله
حق جهاده. من این یاداوری رو از بحثای اون زمان دارم. خب اون زمان حضرت امام بودن، مثال میزدیم تو این گرده های خودمون، میگفتیم به یه خیاطی میگن که یه لباس خوب بدوز، زحمتشو میکشه یه لباس خوب میدوزه، بعد میان میگن این قبا رو برای امام بدوز. دیگه اونقدر که امام شایسته است تو باید قبات شایسته باشه. اینجا خیاط در میمونه میگه نه، من به اندازه شایستگی امام نمیتونم خوب بدوزم، من تمام تلاش خودم رو میکنم. انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن. انقلابی بودن یعنی در نظر گرفتن یه آستانه ای که از پیش معلومه که نمیتونیم اونقدر خوب بشیم. این آیه قرآن هم حد انقلابی بودن رو شایستگی خداوند متعال ذکر کرده. خدا چقدر حقشه؟ خدا شما همین اول داری یه سی میگی که پدر صاحب بچه رو در میاری. خب نمیتونیم. این آتش مداوم رو در دل انسان خدا از جهاد میندازه. اصلا هم جهاد به معنای جهاد با شمشیر یا آنچه که در دفاع مقدس اتفاق افتاد از مواجهه رو در رو در جبهه سخت نیست. من حالا به انقلابی چه باید بکند کاری ندارم، به روحیه انقلابیگری کار دارم. با این مقدمه که انقلاب همون مفهوم جهاده در قرآن، منتها در زمان ما چرا از کلمه جهاد صرفا استفاده نمیشه، اینو باید در معنای انقلاب جستجو کرد که باید بهش بپردازیم. با این مقدمه یک پیشگفتار دیگری رو هم به بحث اضافه کنم، بعد یک کمی در مورد معنای انقلابی بودن با هم صحبت بکنیم. اونم این که رفقا بیاید ما عضو یک گروه بشیم. این خودش یه لذتی داره. بیاید یک هویتی رو، یک حیثیتی رو به خودمون اضافه کنیم و در خودمون اون رو بیابیم و بار بیاریم. بیایید یک صفت متفاوتی رو به خودمون بچسبونیم، خودمون رو متصف به اون صفت بکنیم، متفاوت بشیم. روز قیامت اگر گفتن انقلابیون بیان این بر وایسن، ما هم جزو اونا بریم اون طرف، عضو گروه انقلابیون بشیم که گروه خاصی نیست، باند خاصی هم نداره. اتفاقا انقلابی در هیچ باندی قرار نمیگیره، انقلابی در هیچ حزبی قرار نمیگیره. در هر حزبی هم قرار بگیره، همه میدونن که این پای این حزب نخواهد موند، به مقیدات خودش مقیده و به آسانی میتونه فراتر از حزب عمل بکنه و به آسانی میتونه پا روی باندبازی هایی که در هر جایی ممکنه به سهولت تبدیل بشه بگذاره، به معنای منفی کلمه، یعنی باندبازی به معنای منفی کلمه، و به سهولت وفاداره به رفقای انقلابی خودش در هر باندی باشن، در هر گروهی باشن، در هر صنفی باشن. بیاید این حس رو بگیریم، از خودمون سوال بکنیم که ما بناست چگونه آدمی باشیم. مهمترین وصفی که هر کی نام ما رو به یاد میاره به سرعت به ذهنش میرسه چیه؟ فلانی اون یک انسان انقلابیه، او انقلابی ازدواج میکنه، او انقلابی خونه میخره، او انقلابی مستاجر میشه، او انقلابی مستاجر میاره، اون انقلابی درس میخونه، اون انقلابی کار میکنه، اون انقلابی شغل انتخاب میکنه، اون انقلابی موضوع انتخاب میکنه برای کار خودش، اون یک آدم انقلابیه، اون انقلابی نماز میخونه، عافیت طلبانه نماز نمیخونه، مصلحت جویانه از حق سخن نمیگه. مصلحت جویانه به معنای باز عافیت طلبانه. بید عضو یه همچی گروهی بشیم، هرچند رفیق پیدا نکنیم و هرچند خیلی از رفقامونو از دست بدیم، ولی رفقای تازهی پیدا خواهیم کرد. تراوت بیشتری داره اونجوری زندگی کردن، شیرینی بیشتری داره اونجوری زندگی کردن. زندگی معنا پیدا میکنه.
و الا باید بشینی پای فیلم اونایی که زندگیشون به یه دلیلی معنا پیدا کرده زندگی اونا رو تماشا بکنی، این ببعی یا که ذکرشون در جلسه خب مفصل رفت، بشین اونا رو تماشا کنی، آه اونا چه زندگی دارن و حسرتشون رو بخوری. اونا کیف کنن تو کیف کنی از کیف کردن اونا، مثل اینایی که اهل ورزش نیستن فقط فوتبال نگاه میکنن، فقط کیف میکنن از کیف کردن اونا. اینا روز قیامت کیف میکنن از بهشت رفتن بهشتی ها و بعد خودشون میرن جهنم احتمالا. حالا حداقل به تماشاگر نباشیم، بازیگر صحنه جهان باشیم. بازیگران صحنه جهان امروز انقلابیون هستن، بقیه ول معطلن، بقیه مثل بقیه هن. و مثل بقیه بودن و متفاوت نبودن خودش یک ننگ بزرگی برای انسان امروز، چون انقلابیون همیشه قلیل هستن. انقلابیون نه تنها بازیگران صحنه جامعه هستن، بلکه بازی رو از دست بازیگردانانی که همه رو دارن بازی میدن در میارن. یک کمی تبلیغ کنیم درباره انقلابی بودن به سیاسه قبل. انقلابی در خودش قدرت احساس میکنه. وقتی کسی در خودش قدرت احساس کرد، برای به دست آوردن قدرت دیگه گناه نمیکنه. دیگه با حب مقام نمیره قدرت به دست بیاره، با حب مال نمیره قدرت به دست بیاره، با زورگویی با تکبر نمیدونه قدرت به دست بیاره. انقلابی راحت میتونه متواضع باشه، میگه من قدرتمو دارم. اما اونی که قدرت نداره هی افه میاد، هی با سرفه های درشت کردن و سینه ستبر کردن و باد به قبقب انداختن میخواد اون قدرت پوشالی رو برای خودش ایجاد بکنه و خودش رو ارضا بکنه با یک قدرت خیالی، نمیتونه هم این کار رو نکنه. با تکبر میخواد قدرت به دست بیاره، با اهن و طلب کردن و با عربده کشیدن میخواد قدرت به دست بیاره. قدرت حقیقی در مشت انقلابیه. به تعبیر دقیق تر قدرت حقیقی در قلب یک انسان انقلابیه. انقلابی بشید، قدرتمند زندگی کنید. تو همه فیلم های دنیا، تو همه مرامه ها، مرگ یک انسان قدرتمند با شکوهه، زندگی یک انسان قدرتمند با شکوهه. بچه ها از بچگی وقتی میخوان بازی کنن، نقشه هایی رو پیدا میکنن که توش قدرت هست. تو روانشناسی رشد پیاژه بخونید میبینید قدرت چه نقشی در دوران کودکی داره. یکی از مهمترین اوصافی که اینها برای پدر مادر خودشون قائلن این هستش که پدر مادر من قدرت دارن. یه سقف بزرگی بشکنه بیفته بوتون آرمه که 10 تا جرثقیل هم نتونن بلندش کنن روی عروسکی، میگه بابا سقفو بردار عروسکمو بردارم. بابا که نمیتونه، میگه چرا بابا قدرت داره. چرا نداره؟ داره بابا، بردار، من میخوام این عروسک خودم از زیر این سقفی که خراب شده بردارم. نگاهش اینجوریه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید این ذکر رو به بچه‌هاتون یاد بدید، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، درباره قدرت خدا با فرزندتون حرف بزنید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هیچ کسی مثل خدا قدرت نداره، او تشنه قدرته، از بچگی دنبال قدرت میگرده. قدرت برای انسان خیلی شیرینه. ببینید ما ها تو دو تا زمینه معمولا در رفتارهامون تظاهر میکنیم. یکی اعلام نیاز به محبت نمیکنیم در حالی که هممون اصیل محبتیم، خودمون رو میخوایم با کلاس نشون بدیم، تشنگی محبت رو ابراز نمی کنیم و ظاهرا نشون میدیم که ما به محبت و نوازش نیاز نداریم، ما دیگه کودک و کوچک نیستیم. یکی هم قدرته، همیشه خودمون رو میخوایم با کلاس نشون بدیم، نشون میدیم که ما قدرت نمیخوایم، ما هم قدرت میخوایم هم محبت. محبت رو باید از خدا بگیریم، قدرت رو هم باید از اون روحیه انقلابیگری دریافت بکنیم که اونم منشأش خداست.
انقلابی بشی قلب قوی پیدا میکنی، انقلابی بشی حقیقتا داری در عالم تأثیر میگذاری، وجود تأثیرگذار در عالم هست، دیگه دنبال تأثیرگذاری های علکی نمیری. واقعا زندگی یک غیر انقلابی چگونه زندگی است؟ زندگی حقیرانه، این احساس حقارت دائمی و احساس ضعف دائمی در وجودش هست، قلب قوی نداره، هرچند به ظاهر خودش نیاره ولی ما افشا میکنیم. انسانی که انقلابی نیست چون قلب ضعیفی داره، قلب قوی نداره، همیشه این احساس ضعف رو با خودش تا گور حمل میکنه و از این زجر اگرچه با کسی حرف نزنه همیشه داره رنج میبره، اگرچه حواس خودش رو پرت بکنه. برای اینکه قوت قلبی برای خودش بیاره ممکنه ضرب آهنگهای تندی در آهنگهایی که میشنوه ایجاد بکنه. اون ضرب آهنگ باید در قلب تو باشه، صدای تپش قلب تو باید اینقدر با عظمت باشه. قلبش مثل مردنی ها داره میزنه، موسیقی خودش رو بالا میبره که بگه این منم و تو اون نیستی. انقلابی انسان قویه، احساس ضعف نمی کنه. یکی از ویژگی های انقلابی بودن یا یکی از آثار انقلابی بودنه و این قوت قلب رو ما نیاز داریم تو زندگی. یک انقلابی اگر بخوام برای شما مثال بزنم، خب طبیعیه من شهید چمران رو یکی از اولین مثال هامه که به زبان خواهم آورد، به خاطر این جمله امام فرمود مثل چمران بمیرید. مثل چمران بمیرید کلمه قدرتمندیه، خود این جمله قدرت توشه. انگار او مرگ رو تسخیر میکنه، حالا نوبت مرگ است، او را به سمت خود میکشد. مرگ او را به سمت خود نمیکشد، او مرگ را به سمت خود میکشد. شب قبل از مرگش که شهادت است با خانومش صحبت میکنه، میگه که خب شما دیگه باید اجازه بدید من برم. خانومش میگه من هر دفعه مخالفت میکردم، این دفعه هیچی نگفتم. فردا صبح رفت یاد اجازه گرفتن، دیشبش افتادم گفتم یه جوری من سکوت کردم نکنه علامت رضا تلقی کنه. اسلحه رو برداشتم رفتم دنبالش بزنم پاشو، این رفت دیگه بر نمیگرده. اومدم بیرون دیدم که رفته و رفت و دیگه بر نگشت. اینجوری آدم میمیره. حالا نمیدونم این خاطره رو امام میدونسته یا نه، حالا امام دیده مرگ چمران رو، مثل چمران بمیرید. خب لابد این یکی از معانیش اینه که مثل چمران هم زندگی کنید. هر کی هر جوری زندگی کنه همونجور میمیره دیگه، زبونانه زندگی کنه زبونانه میمیره. چرا ما از قهرمانهای فیلم ها که یه قدرت قوی باطنی دارن خوشمون میاد؟ بید عضو این گروه بشین. عضویت در این گروه انقلابی یک جان تازه ای به ما خواهد داد. یکی از ویژگی هایی که پیدا میکنیم این خواهد بود که انسان های قدرتمندی میشیم. حالا کسی واقعا قلبش قوی شد چقدر راحت با خطاهای دیگران برخورد میکنه، چقدر بزرگوار میشه، چقدر شیرین و دوست داشتنی میشه، پرستیدنی میشه. اصلا یه جورایی خاصی قابل تقدیر میشه. خب یه کمی به معنای انقلابی بودن بعد از تبلیغ کردن درباره انقلابیگری بپردازیم. انقلاب معناش چیه؟ انقلاب یعنی تحول، انقلاب یعنی تحول بنیادین، اما حد و مرزهاش مشخص نیست دیگه. مردم باید این تحول رو انقدر عمیق ببینن که نام انقلاب برش بگذارن. انقلاب یعنی یک دگرگونی همه جانبه و اساسی. اما انقلاب در قاموس انقلاب اسلامی یعنی یک دگرگونی اساسی برای خدا پیدا کردن. این دگرگونی اساسی دو بعد داره، یه بعد درونی یه بعد بیرونی. هر دو بعدش اگر باشه
میشه انقلابی. یک بعدش اگر بود انقلابی نمیشه، منقلب شده. آقا این آقا منقلب شد. خیلی ها با انقلاب اسلامی منقلب شدن اما انقلابی نشدن، منقلب شدن، بچهای خوبی شدن ولی انقلابی نشدن. انقلابی یعنی منقلب که شد حالا عالم رو میخواد منقلب بکنه، همه رو میخواد عوض کنه، مؤثره بر عالم با همون قدرت و موفق هم هست. معمولا انقلابی موفق در تأثیر گذاری در عالم، تحول ایجاد میکنه. اما کسی که فقط منقلب شد، خودش منقلب شده، انقلابی هنوز نیست. خیلی ها خودشون منقلب شدن ولی توفیق این که انقلابی هم بشن نداشتن. عمار یاسر با یکی از دوستانش داشت میرفت بعد از جنگ احد که مسلمانان شکستی در آن جنگ خورده بودن. یهودی های مدینه، همین داستان جنگ نرم از اونجا شاید آغاز شد، یکی از حملات جنگ نرم خودشون رو شروع کردن انجام دادن. برگشتن تیکه انداختن به عمار، گفتن چی شد؟ ملائکه دیگه پیداشون نبود از پیامبر شما که اینقدر مجروح شد دفاع کنن؟ این همه کشته دادید، حمزتون، قهرمانانتون به شهادت رسیدن. رفیق عمار برگشت گفت که من با شما حرف نمیزنم، شما ایمان آدم رو سست میکنید، فرار کرد. عمار ایستاد گفت اما من با شما سخن میگم، من با شما حرف میزنم. برگشت فرمود تقصیر ما بود که شکست خوردیم، به ملائکه الهی ربطی نداره، به وعده های پیغمبر ربطی نداره. پیامبر گرامی اسلام به ما برگشت فرمود که اگر حرف منو گوش بکنید، حرفای منو اگر گوش بکنید، من به شما قدرتی خواهم داد که کوها رو جابجا بکنید. ما گوش نکردیم، شکست خوردیم. ما اگه گوش کرده بودیم شکست نمیخوردیم. اینا گفتن آره، مثلا تیکه های بعدی انداختن ولی تیکه های بعدی دیگه معلوم بود از سر زبونیه، از سر احساس ضعفه. دیگه برای این کم نهیدن این چیزی میگن دیگه، ولی اولین حرفشون شبیه شبههی بود که داشتن مینداختن. اما رو یاسر اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گزارش داد. رسول خدا با لبخند و آغوش باز او رو تحویل گرفت، فرمود رفیق تو که بحث نکرد با اونها آدم خوبی بود، اما تو مجاهد فی سبیل الله بودی، یعنی تو ما انقلابی بودی. داشت تحسین میکرد عمار یاسر و رسول خدا، گروه یهودی ها رسیدن، گفتن خب وعده های عجیب غریب به یارانت میدی. این آقای عمار میگه شما گفتید که هرکی حرفای شما رو گوش کنه کوها رو جابجا میکنه، حالا کوه نمیخواد جابجا کنه، عمار کم حرف شما رو گوش نکرده، بگو این سنگ رو از زمین برداره ببینیم. چقدر ناشیگری کردن. یه صخره‌ای بود که البته تو روایت نوشته 100 نفر نمیتونستن، نفر رو نوشته حالا 100 نفر یا چند نفر نمیتونستن اون صخره رو به تنهایی از جا بکنن. گفتن که بگو عمار این صخره رو برداره، کوه نمیخواد جابجا کنه، عمار که حرف شما رو گوش کرده. خب گاهی از اوقات آیاتی رو نشون میدادن رسول خدا، در روایت آمده که فرمود عمار سنگو بردار. عمار گفت یا رسول الله کمکم کنید. گفت چشما، ولی کمکم کنید، من بردارم. ایمان داشت به سخن رسول خدا، همونطوری که عیسی ابن مریم حواریین رو کمک میکرد، همونطوری که انبیاء گذشته اطرافیانشون رو، یارانشون رو کمک میکردن که اقدام های این چنینی انجام بدن. شما هم منو کمک بکنید. فرمود اما پیامبران گذشته میخواستن یارانشون رو کمک بکنن، میگفتن بر آخرین پیامبر و اهل بیتش درود بفرست، تو که اینجا ما هستیم، برو بردار. میگن اما صخره رو برداشت و دستش گرفت و بلند کرد بالای سر خودش، دیگه هیجان زده شده بود، فریاد زد که چار کنم یا رسول الله با این صخره. رسول خدا فرمود پرتاب کن روی اون کوهی که اون دور رس هست. پرتاب کرد. یا آقا عمار هی سوال میکرد از رسول خدا، بالاخره هیجان زده شده بود، گفت یا رسول خدا الان چیکار کنم؟ فرمود یه قدم بردار، برو اون سنگ رو بردار بیار. یه قدم برداشت، سنگ رو آورد،
عرض داشت عمار یا رسول الله چه بکنم؟ فرمود بکوب زمین پودر بشه جلوی چشمای اینا. زد زمین و جلوی چشمای اونها پودر کرد سنگ رو. اونها وعده داده بودن به رسول خدا که ایمان بیارن. آقا فرموده بود خب اگر عمار این صخره رو برداشت شما ایمان میارید؟ گفتن بله ایمان میارید. بعد از اینکه این اتفاق ها افتاد فرمود خب ایمان بیارید. نیمیشون ایمان آوردن، نیمیشون ایمان نیاوردن. عمار که زور در بازوش جمع شد، اینم از آفات انقلابی بودن ها که الان بعدم بعد بهش برسیم، گفت یا رسول الله این گروهی که ایمان نیاوردن بزنم. رسول خدا فرمود که چی رو بزنی؟ جمع داشته باش. بعد رسول خدا بحث رو عوض کردن. حالا شما نگاه کنید رسول خدا کجا رو نگاه میکنه، یاد چی افتاده. او خیلی اهمیت داره به چی نگاه میکنه. برگشت فرمود عمار این لحظه ای که این صخره بزرگ رو تو زدی پودر شد رو زمین از شدت ضربه تو، من میدونی یاد چی افتادم؟ جانم به رسول خدا. کجاست؟ فکر رسول خدا کجاست؟ آدم های خوب اینجوری هست، معمولا فکرشون یه جای دیگه است، جایی نیست که فکرهای همه مردم هست. هنرمند ها هم اینجوری هست، همه هنرمند ها بلا استثناء هم اینجوری هست، مثل پیامبر اکرم هست، یعنی شبیه او باید اینجوری باشن. انشالله که اینجوری هست. ما آدم ساده هستیم، میدونید که همه هم با حسن ظن نگاه میکنیم، متفاوتن. به جایی که همه مردم نگاه میکنن نگاه نمیکنن، فقط به جای خوبی نگاه میکنن. اگر هنرمند هم بخواد مثل مردم نگاه کنه یه فرقی با مردم نمیکنه. هر لحظه زاویه نگاه او متفاوته، به همه چی عرشی نگاه میکنه، به همه چی عرفانی نگاه میکنه، به همه چی انقلابی نگاه میکنه. خیلی هنرمندا خوش به حالشون بشه ها، عالمی دارن. متفاوت بودن از عموم به معنای سطحی نبودن و عمیق بودن، خب خیلی قشنگه، خیلی لذت بخشه. فرمود عمار میدونی من یادت چی افتادم؟ گفت بگو یا رسول الله. حالا عمار تو هیجان این قدرتی است که تجربه کرده، میخواست اونا رو بزنه. فرمود نه اونا رو ولشون کن، میدونی من یادت چی افتادم؟ گفت یادت چی افتادی یا رسول الله؟ فرمود یاد روز قیامت افتادم که دوستان فرزندان من، محبین اهل بیت من، میان مثل این صخره با خودشون گناه میارن و مثل این صخره که تو زدی نابود شد به خاطر محبت و ولایت ما پودر میشه آلودگیاش. و دشمنان اهل بیت من مثل این صخره با خودشون ثواب میارن، این صخره که تو زدی پودر شد پودر میشه، از بین میره. حالا اینجا خیلی جای جالبی آدم بیسته، خارج از بحث ماست، ولی همه بحث‌های اصلی عالم همینجاست. چرا این موضوع برای رسول خدا مهمه؟ که اینو به اطلاع برسونه. مختصر جوابشو بگم، برگردیم به مفهوم انقلاب. برای اینکه نفس انسان مکاره، با همه چی بازی میکنه، با دین هم بازی میکنه. و برای اینکه نفس انسان با دین بازی نکنه یه شاخص داره، اونم محبت اهل بیت است و طهارت. البته یکم پیش بری محبت اهل بیت جو جامعه رو فرا بگیره، یه کسانی شروع میکنن با محبت اهل بیت هم بازی میکنن. اینا تو آخر الزمان هم اینا دیگه کی هم اینا رو باید بهشون گفت بابا تو دیگه کی هستی، که اینا نوبرای آخر الزمان هم. خب عمار این گونه است، اینا رو رها کن. این قوت در وجود یک
انقلابی ایجاد میشه. باز به مقدمه کلام برگشتیم. این ویژگی عمار رو داشتم میگفتم، میگفتم که عمار در مقابل دیگران، در مقابل اونهایی که دشمنی میکردن با دین، آرام نمیگرفت. انقلابی نه این کسی که خودش منقلب بشه. رفیق عمار فقط خودش منقلب شده بود، منقلب شد، اسلامی شد، بعد توی وضع آرامی شروع کرد به حرکت کردن. بخوایم امواجش رو ثبت کنیم، مثل قلب مرده میمونه. انسان مرده دیدید قلبش در تلاطم بوده و تا میمیره یه خط. اینا مثل قلب مرده دارن زندگی میکنن. یعنی بخوای ثبت کنی امواجشون رو، یه خط بهت نشون میده. پس انقلابی نه یعنی کسی که تحول در خودش ایجاد شده. تحول در خودش ایجاد شده، بعد درونی انقلابیگری اینه. حالا از اون طرف هم یه گروهی هستن هی میخوان همه رو عوض کنن، خودشون عوضی هن. خب این هم خیلی جالبه، خودش انقلاب درش نشده. خب دفاع مقدس، جهاد فی سبیل الله، یک روحیه انقلابی میخواست. دفاع مقدس یه ماده‌ای بود که تزریق میشد تو خون آدم. واقعا مشهود بود که بعضی ها تو جبهه هم میومدن این ماده هنوز تو خونشون تزریق نشده، حتی ترکش هم از بغل گوششون رد میشد. دفاع مقدسی نشدن هنوز، جهادگر نشدن. از بچه‌هایی که جبهه بودن بپرسید، نمیتونن برای شما بیان کنن، اما میگفتن اون رزمنده‌ای که میگن بهت، بگو ما شنیدیم اون رزمنده‌ای که طعم جهاد رو میچشید، رنگ جهاد و بوی جهاد میداد، این آیا متفاوت نمیشد؟ به تو خواهند گفت ای والله، بله به خدا قسم، به تو اینو خواهند گفت. بعد بگو چی میشد؟ اونا چجوری میشدن؟ میگه شاید نتونن برای توضیح بدن. گفت به تو خواهند گفت یه چیزی میشدن، نمیدونم چجوری میشدن. بعضی ها توی مدیریت های نهادهای انقلابی، مسندهای انقلابی دارن، اما خودشون انقلابی نشدن، خودشون از منقلب نشدن. مسلمان هم هستن ها، متدین هم هستن، نه این که آدم بدی هم، ضد انقلاب هم، ساواکی هم، نه. اینا همه اونایی هستن که توی بفرمایید ریزش ها میریزن، کسان دیگه که نمیریزن، اینا میریزن. انقلابی بودن دو بعد داره، اون تحول اساسی هم باید در خودت پدید بیاد، هم باید در دیگران پدید بیاری. اینو باید یه جوری حس کنی که تو تقویمت بنویسی من از کی انقلابی شدم. هر کسی از یه تاریخ انقلابی میشه، ممکنه دوران انقلابی شدنش یک ماه طول بکشه، ولی دیگه 10 سال طول نمیکشه. به تدریج ما انقلابی شدیم. ببین این باید برای نعشگی بگی، بگی به تدریج ما مثلا تریاکی شدیم. این مال اونه، این لحن مال اینجا نبود. 10 سال چی شده؟ تو 10 سال طول کشیده انقلابی. مثلا یک کسی براش جوک تعریف کنم بعد 10 سال بخنده. به مرور ما فهمیدیم. خب تو خیلی با آدم باهوشی هستی. این دیگه خیلی انقلابی بودن یه چیزیست که آدم زمانشو میتونه حس کنه. من از اون زمان انقلابی شدم. خوشبختانه حالا بعضی هم از اول انقلابی بودن. نمیشناسیم اینجور آدم ها کیا هستن. ولی مثلا یه کسی رو من بخواب معرفی کنم، مثلا امامو معرفی میکنم، نه سیخ بسوزه نه کباب، نه خودمون احساس حقارت کنیم، نه کسی دیگر رو محکوم کرده باشیم. چون شاخ نمونه یکم بیاری پایین تر دعوا میفته، هم بین خودش و
خدا هم بین دیگران دعوا می‌نزه. آجا من نگفتی، اونو چرا گفتی؟ حالا یه دونه عصبه بالایی که همه سرش توافق دارن بگیرید از سیخ می‌سوز نکباب. امام می‌فرمود من از کودکی، از نوجوانی ترس رو نفهمیدم یعنی چی. اصلا من هیچ وقت حالا ترس رو نفهمیدم یعنی چی. قوت قلب انقلابی رو امام از اول داشته. طلبه بوده اون زمان از قم بلند می‌شده، باید تو فضای قم باشی معنای این حرف رو متوجه بشه. می اومده تهران، می رفته مجلس شورای ملی اون زمان، بحثا رو دنبال می کرده. اومان یه طلبه جوان با مدرس صحبت کرده بوده، رفته بوده خونهش، حتی خاطره ای از ایشون ثبت شده. مدرس گفته بوده خب طلبه جوان چی می خونی؟ کجا هستی تو؟ الان بعضی از طلبه های ما حال ندارن مذاکرات مجلس شورای اسلامی اخبارش هم تعقیب کنن. جایی نگو اینا اون زمان بودن چی می شدن؟ هیچ چی نمی شدن. مثل نداری اینو پاکش کنید. انقلابی نیست. حالا تازه امام می دونست اون مجلس فرمایشیه، میدونه اینو، اون بحثا حقیقی نیست، جدی بشه کسی گوش نمیده، اینا قانونگذار نیستن، آب در هاونگ میکوبن. ولی یه عنصر انقلابی حساس دیگه، حساسیت های امام رو ببینید. یه انقلابی هم از درون منقلب شده، هم در بیرون میخواد انقلاب ایجاد کنه. طرفدار رفرم نیست، طرفدار انقلابه. میگه باید دگرگونی اساسی صورت بگیره. این انقلابی اگر دستش به کسی برسه او رو هم انقلابی خواهد کرد. نمیگه حالا شما بیا یه ذره کار خوب بکن. میگه ببینم کجای کارت گیر داره که اگه اون گیر درست بشه همه کارات درست میشه. میره میگرده در نصیحتش، در تربیتش، اساسی آدم درست میکنه. البته پیامبران هم گاهی موفق نبودن در جهت اینکه آدم ها رو درست کنن، ولی تلاش اوی تلاش انقلابیست. مثلا نگاه کنید یه انقلابی من برای شما حرف، مثلا شما میخواید یه شاعر حماسی یاد کنید، میرید سراغ فردوسی. ما توی جلسات حماسی و هنر نمونه گاهی می آوردیم، تو هوا ذکر میکردیم، گاهی هم روی ابیات یکی دو بار رفتیم مثلا داستانهای شاهنامه رو مرور کردیم. حالا من دوست دارم به یه فقیه یا فیلسوف یا عارف یا هر سه انقلابی یک جا نگاه کنید از ده امام. بعد امام وقتی میخواد سو انقلابیه، آقا امام انقلابیه، امام انقلابیه، خیلی افتخار برای انقلابیم. شما به امام بگو امام هنر رو تعریف کن، صدای چکاچک شمشیرها در تعریف مفهوم هنر در بین کلمات امام به گوش میرسه. توپخونه و تیربار و نمیدونم بمب اتم و اینا همه چی توشه، جنگ توشه. می‌فهمند هنر آن است که سرمایه‌داران زالو صفت را بکوبد، مظلومین را نجات. بابا هنر رو میگیم تعریف کن. امام اینجوریه. وقتی این امام وقتی میخواد از پیغمبر تعریف کنه، می‌بینی چی تعریف میکنه؟ می‌فهمند امام میخواست همه را مثل علی ابن ابی طالب تربیت کند. آقا امام کوتاه بیا، حالا شما یه کمی با هم صحبت میکنیم دیگه، آخرشو میگی یه دفعه. امام خودش انقلابیه. بعد از پیغمبر اکرم هم میخواد تحریف کنه، از کار پیغمبر اکرم، از رسالت پیغمبر اکرم، آخرشو میگه، اولشو نمیگه. میگه ببین پیغمبر اکرم میخواست همه رو مثل علی ابن ابی طالب تربیت کنه، نشد، این حال لیاقت نداشتن. یه انقلابی وقتی به پیغمبر اکرم نگاه کنه اینجوری نگاه میکنه، نگاهش به عالم اینجوریه. وصیت‌نامه‌ش رو نگاه بکن شما، از تعریف کردنش از امام سجاد بوی انقلابیگری میاد.
بابا امام سجاد که دیگه انقلاب نکردن چون دعا خوندن. یک زاویه نگاه خاصی دارن. حالا یه روز انشالله ما با هم گپ خواهیم زد و به این مطلب و به این نتیجه در واقع خواهیم رسید که اسلام کسانی که انقلابی نباشن روز قیامت قبول نمیشه، نمازشون قبول نمیشه، مگر اینکه خدا ازشون نخواسته باشه. راستشو میگیم، نمیخوایم تبلیغات محض بکنیم. خدا میگه من حالا به بعضیا ندادم، ظرفیتشو، کشششو، فهمشو، دلشو ندادم. اون نداده دیگه، پس چرا به همه داری اینا رو میگی؟ ما همه رو میگیم، هرکی میتونه یا علی. فرمان جهاد عمومیه، بعد میفرماد هرکی میترسه نره جبه. آه من ترسو هم، من شمشیر میترسم. آه نرو، برو باشو میخوند دیگه. اینه دیگه، نمیشه کارش کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد که اگر از اسرار خلقت خبر داشتید هیچ کسی را ملامت نمی کرد، سرزنش نمی کرد. تو چرا اینجوری هستی آخه؟ این جمله را نمی گفت. نگاه کن. بابا اینم وضع تو داری، این ملامت سرزنش. هیچ کسی را سرزنش نمی کرد. یه نفر از اصحاب حضرت، اصحاب اطرافیان، گفت آقا جون خدا خیرتون بده. یعنی چی این حرف؟ سرزنش چه ربطی به اسرار خلقت داره؟ فرمود اگر شما بدونید آدمها رو خدا چقدر متفاوت آفریده، هر کی هر جوری هست ممکنه ظرفیت بهتر از اون نداره. چی بگی تو؟ آقا این ازش بر نمیاد. انقلابیگری هم از بعضی رو بر نمیاد. ما مطلق گویی نمیخوایم بکنیم، اما اون که میتونه انقلابی باشه. ماها ظرفیت انقلابیگریمون خیلی بالاست تو این شرایط، با این شیعه بودنمون، با این پیرو پیغمبر اکرم بودنمون، با این پیشینه‌ای که از انقلاب اسلامی داریم، تو این شرایط خاصی که قرار داریم. هر کی میره توی ارتش، اصلا دیسیپلین ارتش او روحیه نظامیگری هم نداشته باشه کم کم نظامیش میکنه. هر کی تو این شرایط جهان امروز زندگی بکنه، تو این جمهوری اسلامی زندگی بکنه، اصلا شرایط رو انقلابی باید بکنه، مگر اینکه طرف مقاومت جانانه ی علیه انقلابی بودن داشته باشه. انشالله این بحث به نتیجه برسه یا نرسه در جلسات بعد. برسه، و اگر برسه تمام کارگردان هایی که فیلم انقلابی نمی سازن محاکمه خواهند شد. موضوع انقلابی انتخاب نمی کنن. بعضی ها که فوق‌العاده هن یه موضوع درام مثلا عشقی اینجوری رو میرن از تو دل دفاع مقدس در میارن، میگن بابا اینجا یه کمی هم آخه به جنگه. نمیده من کنترل خدا، این پسر بسیجی زیر ابروش رو کجا برداشته؟ بابا این زیر ابرو بر نداشته، ابروش همینجوری بوده. ای خدا کنه ترکش نخوره، این ابروش جون میده برای دلبری. و بابا کجایی تو؟ بیا تو جنگ، این تو عالم خودشه. بچه ها همینجوری هم دیگه، کوچولو ها رو دیدین؟ همه چیو از زاویه دید خودشون نگاه میکنن و بعد بعض وقتای تحلیل هایی میکنن همه دیبوده بر میشن از خنده. مثلا طرف میره لبنان، خیلی هنر میخواد آدم بگرده تو لبنان بعد از جنگ 33 روزه یه موضوع غیر انقلابی پیدا کنه فیلم بسازه، این خارق العاده است.
حالی اومدن جمعیت التماس دعا. این خیلی فوق‌العاده است، جالبه دیگه. میگم این بحث به فرجام نرسه، به فرجام برسه اصلا تو چرا موضوع انقلابی ساخت، غیر انقلابی ساختی؟ سریال های معنوی ماه رمضان از اخلاق و دیانت و معنویت صحبت میکنه، از اخلاق و دیانت و معنویت غیر انقلابی، به انقلابی بودن یا نبودن چه ربطی داره؟ این وضع چجوری میشه؟ اصلا چرا انقلابی نیست؟ اصلا چرا ما نباید شبهای ماه رمضان یک سریال دفاع مقدسی ببینیم؟ جذاب؟ قافیه تنگی داره؟ یا روحها تنگه؟ چشم و نظرها و اندیشه ها تنگه؟ چرا ما نباید یک ماجرای یک انقلابی زجر کشیده رو ببینیم؟ قوت قلب او رو ببینیم؟ ما اصلا چرا باید چیزای دیگه ببینیم؟ اینا یکی به ما جوابه، ما اصلا چرا باید به چیزای دیگه بپردازیم؟ ما همه نیازهامون رو در فضای یک داستان، در فضای یک کشش، در فضای یک کوشش انقلابیگری میتونیم به دست بیاریم. اخیراً یک کتاب‌هایی نوشتن، من اخیراً که نیست، چندین ساله توجه کردم، دیدم جوان‌ها، دختر و پسرهای جوانی که دنبال رمان‌های عشقی مثلا می‌گردن، نه که دنبالش بگردن، براشون به اقتضای سن یه جاذبه ای داره، با ورع می‌خونن. نگاه کردم دیدم خاطرات همسران سرداران شهیدی است که از نامزدبازی‌هاشون در متن دفاع مقدس، آقا بعد ازدواج کردیم، از اونها حرف زدن، آقا اگه می‌خوای یه فیلم خانوادگی عشقی هم نشون بدی تو متن فضای انقلابی و از تو فضای انقلابی هم در نیار بیرون. میگه از جبه مرخصی گرفت اومد، دیدم خیلی دوستاش با من گفتگو کنه ولی فاصلش رو حفظ میکرد. تو راه که میومدیم اومد منو از شهرستان برداشت ببره خونه پدرشون مثلا فلان شهرستان، چند کیلومتری با هم صحبت نکردیم، نمیدونم تو دلش چی میگذشت. منم دوست داشتم بعد از مدتی که تازه او رو دیدم، بعد که گفتگوها شروع میشه میبینی این آدم در دل زندگی خانوادگیش هم وسط سنگرشه. میشه چرا نمیشه؟ این اصلا اتفاق افتاده، این اصلا زندگی ما بوده، خاطرات یادم های این مرز بومه. یکمی آدم های بزرگ ببینیم، یکمی آدم های با قلب قوی و قدرتمند ببینیم. حالا این بحث به فرجام انشالله نرسه، اگه برسه که حساب خیلی ها رو میرسه. اینا نه خودشون منقلب شده، خیلی ها، بعضی ها، البته سرزنش نمی کنیم. من سرزنش کردم؟ نه، من که تمسخر نکردم، شما خندیدید. ما تقاضا کردیم، خودمون قشنگتره. البته خب همیشه وقتی که صحنه خیلی زیبایی باشه، صحنه های معمولی هم پیشش مضحک نشون میده، نیاز نیست ما تمسخر بکنیم، خودش مضحک میشه، به ما ربط نداره. ما وقتی خیلی لوری، خیلی ساده، خیلی صادقانه بیرو دربایسی دو تا صحنه رو با هم مقایسه کنیم، خب اون یکی مضحک نشون میده دیگه، این دیگه طبیعتشه. انشالله انقلابی بشیم. یکم در مورد اون تحول اساسی جلسات بعد انشالله با هم صحبت کنیم، ببینیم صدامون به جایی میرسه یا نه.
چرتکه ای حساب نمی کنیم ها، صدامون به جایی میرسه یا نه. انقلابی بیشتر از این که با جسم مادی افعالش کار در عالم بکنه، با اراده قویش عالم رو تغییر میده. اراده امام هنوز داره تو عالم کار میکنه، یه جسته نحیفه پیرمرد. انفجارات، التهابات، تپش قلب انقلابی حضرت امام هنوز داره کار میکنه. کی بمب اتم اینجوریه؟ کی بمب اتم اینجوریه؟ واقعا چون بمب اتم موزیک نیست کنار امام. چرا انرژی هسته‌ای ما اهمیت داره برای اونا؟ چون ما انقلابی هستیم، چون انقلابمون اهمیت داره. و الا انرژی هسته‌ای بیا اصلا بیا برو بیا خودمون بدیم بمب بساز، اصلا بساز، تو انقلابی نباش، ببعی باش، بمب بساز، یا گرگ باش مثل خود ما. اونا اینجوری به ما میگن دیگه، یا گرگ باش یا ببعی باش، انقلابی فقط نباش. انشالله انقلابی بشیم. من خیلی دوست دارم از خیالتون، از قدرت خیالتون استفاده کنید. در نظر بگیرید اشک‌ها، گریه‌ها، احساسات، عواطف یک انقلابی رو، لبخندهای یک انقلابی رو، استراحت یک انقلابی رو، غذا خوردن یک انقلابی رو، چقدر لذت بخشه. ترسیم کنید برای خودتون یک انقلابی وارسته، هم انقلاب درونی داشته، هم دنبال انقلابی، انقلاب کردن در بیرونه. چه طهارتی، چه خلوصی وجودشو در بر میگیره. خیلی زیباست، من قدرت توصیف ندارم. خب اما آن انقلاب دائمی ما، که آتش این انقلاب یک آتش همیشگیست و هر موقع کم بیاریم آتیشمون خاموش بشه میتونیم بریم اونجا، اونجا آتشش هیچ وقت خاموش نمیشه. یه قبض آتیش بگیریم بیاریم بنزنیم تو قلبمون، این تنور همچنان داغ باقی بمونه. انقلاب دائمی قلب ما ابا عبدالله حسین علیه السلام و آتش حرارت مصیبت اوست، یک مصیبت پر از حماسه. چقدر قشنگ. خیمه ها در کربلای ابا عبدالله الحسین دو بار آتش گرفت. مشهور میگن یک بار آتش گرفت و اونم عصر عاشورا، یک بار ظهر عاشورا، در حالی که بنی هاشم همه بودن، خیمه ابا عبدالله الحسین آتش گرفت. کسی هم نتونست از خیمه فرار بکنه، کسی هم نتونست این آتش رو خاموش بکنه. آتش عصر عاشورا خاموش شد، از خیمه ها هم بچه ها فرار کردن، ولی آتش ظهر عاشورا نه خاموش شد نه کسی از این آتش جان سالم به در برد. آتش عصر عاشورا دامن ها رو آتش زد، اما آتش ظهر عاشورا جگرها رو آتش زد. و کسی اگر جگرش سوخته باشه میفهمه که این چقدر سخت تره از اینکه پیراهنش آتش بگیره. کدوم صحنه رو میخوام عرض بکنم که خیمه آتش گرفت؟ وقتی علی اکبر اومد هنگام خداحافظی با اهل حرم، آتش گرفتن، سوختن. خیلی علی اکبر دل برده بود از همه. جوان انقلابی با عظمتی بود، اینقدر مرد بزرگی بود که آدم روش نمیشه بگه جوان، انگار کلمه جوان برای او کمه، ولی این افتخار برای کلمه جوان. دید پدر داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. در مسیر کربلا
گفت بابا ناراحت نبینمت. فرمود پسرم، منادی ندا میداد، این کاروان که میره سایه به سایه مرگ به دنبالشه. پسر از سر ادب و حیا هیچ نگفت. پدر که دوست داشت کلمات پسر رو بشنوه، گفت علی اکبرم مرگ پیش تو چگونه است؟ جواب یک انقلابی رو بچشید نبشنوید، لذت ببرید. گفت هنگام مرگ بر حق هستیم یا نه؟ اصلا به مرگ نگاه نمی کنه، به یه جای دیگه داره نگاه می کنه، به مرگ نگاه نمی کنه. مرگ مهم نیست، یه چیز دیگه مهمه. فرمود بله پسرم، البته که بر حق هستیم. لبخندی زد، شاید یه نهیبی هم به اسبش زد، حرکتی هم کرد، نمیدونم. گفت زن لا نبالی بالموت، پس بابا بی خیال مرگ. خب اینجا دیگه علی اکبر تیرش به خطا رفت. علی اکبر اونجایی که پرسیدی آیا هنگام مرگ به حق بودیم، به حق هستیم یا نه، درست جایی رو نگاه کردی. اما وقتی این حرف رو زدی با لبخند، یه جایی رو که باید نگاه میکردی نگاه نکردی. علی اکبر تو نمیدونی با دل بابا چی کار کردی، این حرف رو زدی، حرکت کردی، انگار نه انگار. لب گشا، حرف بزن، من به فدای سخنت مخفی از عمه تو بوسه زنم بر دهنت. انگار نه انگار این حسینه. خیلی علی اکبر انقلابی بود. نمیدونم شما میدونید یه انقلابی چقدر عزیز میشه تو خانوادهش؟ خیلی عجیبه، خیلی دوستش دارن، چون انقلابی وارسته است، وارسته رو دوست دارن. حالا این وارسته تو خونه شما گل کرده باشه، وجودش آزارش که به کسی نمیرسه، هر لحظه عطر وجودش شمیم همه رو سر حال میاره، نوازش میکنه. اومد با اهل خیام خداحافظی بکنه. حسین که طاقت خداحافظی نداشت، فرمود مراسم وداع ما کوتاه باشه بهتر. علی اکبرم برو برو از جلو چشمای من دور شد. حالا شاید تعبیرش این باشه علی اکبر من طاقت خداحافظی با تو رو ندارم، برو. انقلابی خداحافظی کرد، ولی خدا که از دل حسین خبر داشت. علی اکبر هرچی جنگید دید کشته نمیشه، برگشت یه نگاهی به چشمان سیر نشده بابا از لحظه خداحافظی کرد. بچه که نیست علی اکبر از زره و تشنگی شکایت بکنه. این یک زمزمه انقلابی و عاشقانه بود و مؤدبانه. گفت بابا از شدت آتش دارم هلاک میشم و سنگینی زره داره هلاکم میکنه، یعنی بابا بذار برم. اون وداع ناتمام رو تمام کن، خدا خواسته بالاخره پسرت رو یک لحظه در آغوش بکش، در آغوش بکش. علی اکبرش رو جانانه در آغوش کشید، به بهانه آب لب بر لب آی علی اکبر گذاشت و روانه میدان کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالم.